با اوج گرفتن سرعت کروناویروس در سراسر کشورهای اروپا، محدودیت ها در گشت و گذار و فعالیت های اقتصادی را سخت تر می کنند. در اسپانیا وضع فوق العاده اعلان شد. در فرانسه از مردم خواستند از خانه ها بیرون نیایند. در چخ یکی شفاخانه ها از بیماران پر می شوند. یک بیمارستان بزرگ صحرایی آراستند. بر اساس گزارش رویترز در اروپا تلفات از بیماری کووید 19 به 250 هزار نفر رسید. تلفاتی که از اروپا فقط پیشتر امریکای لاتینی داده است. سازمان جهانی بهداشت از رهبران کشورهای جهان خواست برای راه ندادن به سرعت بیشتر ویروس چارهای فوری بیندیشند. در عهد پاندمی ما در یک مرحله فوق‌العاده قرار داریم، به خصوص در نیمکره شمالی. چند ماهی آینده به خصوص سخت می شود و چندی از کشورها در راه خطرناکی هستند. در بسیاری از کشورها افزایش زیادی سرایت دیده می شود. بیمارستان ها و شعبه های احیاگری پر شدند و بیشتر از امکانیتشان قبول می کنند. هرچند حالا فقط ماهی اکتبر است. ما به تمام رهبران مراجعه می کنیم که چاره های فوری بیندیشند تا از مرگ و میر، سقوط خدمات تندرستی و بستن مکتب ها پیشگیری شود. یک ارزیابی در امریکا نشان داده است که در صورت استفاده وسیله نقاب طبی ممکن است تا ماه فوریه پیشیرای مرگ 130 هزار نفر را بگیرند. محققان در مجله نیچر مدیسین با ارزیابی و پیشبینی بر اساس آمار 8 ماه گذشته پاندمی به این نتیجه رسیدند. بنابر پیشبینی های پژوهشگران، با وجود کارانتین و چارهای پیشگیری ممکن است تا ماه فوریه در امریکا تلفات از بیماری به 500 هزار نفر برسد. ولی اگر 95 درصد اهالی نقاب بپوشد و بعضی از چاره‌بینی‌ها محدود شود، این رقم فوق‌العاده کاهش می‌یابد. در اسلوواکیا که می‌خواهد تمام مردم کشور را تشخیص کند، آزمایش‌های عمومی در منطقه‌های بیشتر آسیب دیده آغاز یافته است. در اینجا یک اصول ارزانی را استفاده می‌برند که زود نتیجه را نشان می‌دهد، اما برعکس آزمایش‌های لابراتوری دقیق نیست. حکومت اسلوواکیا قصد دارد تا ماه نوامبر شرایط برای آزمایش اهالی 5.5 میلیون نفری‌اش را فراهم آورد. ما 235 مرکز آزمایشی با 222 گروه آزمایشگر آماده کردیم که به تشخیص مشغول می شوند. ما برای قبول 180 هزار نفر از اهالی این منطقه ها آماده شده ایم. هدف این نقشه معلوم کردن منابع بیماری های زیاد است و این زمان امکان حرکت آزادانه دادن به آنها است که از ویروس امین ماندند. مردمی که به تشخیص نمی آیند حتی حق ندارند به کار بروند. در امریکا حکومت اجازه داد از این بعد داروی رمدزویر برای معالجه بیماران کووید 19 استفاده شود. داروی مذکور را قبلا به طور استثنایی استفاده می کردند. حالا هم آن را به کسانی می دهند که بیماری بستری شدند و اگر وضع بیمار بد نیست توصیه دادن نمی شود. هرچند رمدزویر را برای معالجه وسیع به کار می برند، اما سازمان جهانی تندرستی گفته است این دارو به حد زیاد از مرگ بیماران جلوگیری نمی کند. آزمایش یکی از واکسین هایی که دانشگاه آکسفورد و شرکت استرازنیکا آفریدند نشان داده است آن مسئولیت بدن پیرانسالان را به ضد ویروس قوی می کند. واکسین مذکور همچنین پادتن های فعال را در بدن جوانان به وجود می آورده است که با بیماری سخت مبارزه می برند. با وجود این، حالا نتیجه های کارآمدی واکسین مذکور معلوم نیست، زیرا مرحله سوم و نهایی آزمایش آن به انجام نرسیده است. هرچند امید از این واکسین زیاد است، ولی متخصصان انتظار ندارند که آن امسال دسترسی عمومی وسیع بشود.